انجمن سرطان آمریکا با تجدید نظر در راهنمای غربالگری سرطان روده بزرگ سن آغاز آن را در 5 سال کاهش داده است. مطابق راهنمای جدید این انجمن که روز چهارشنبه منتشر شد، به منظور کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان، افراد سالم باید نخستین بررسی روده بزرگ با کولونوسکوپی را در 45 سالگی انجام بدهند. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ماست با جزئیات بیشتر. شیده، دلایل این تغییر چیه و آیا پزشکان سایر کشورها هم بعد از اون رو دنبال کنن؟ ببین، سه تا دلیل مهم داره. مهمترین دلیلش اینه که آمارهای سیستم ثبت و گزارش دهی سرطان آمریکا که از معتبرترین در واقع مراجع گزارش دهی سرطان در دنیاست، نشون داده که در یک دوره 20 ساله از 1994 تا 2014 که در واقع داده هاش تحلیل شده جدیداً، نشون داده که بروز سرطان، سرطان روده بزرگ و مرگ و میر ناشی از اون در گروه سنی 40 تا 50 سال به شدت به شکل چشمگیری بالا رفته، در حالی که در بین گروه سنی 50 تا 55 سال به سرعت پایین اومده. علاوه بر این، کلن سرطان روده بزرگ یک سرطان مهلک و کشنده است که مرگ و میرش به طور گسترده در دنیا بعد از سرطان ریه قرار داره. با وجودی که سرطان پستان یا سرطان پوست شایع‌تره، ولی مرگ و میر سرطان ریه و روده بالاتره. دلیل بعدیش اینه که یک غربالگری بسیار قابل اعتماد، یعنی کولونوسکوپی، برای سرطان روده وجود داره و چنانچه سرطان در مراحل اولیه وقتی هنوز تو سلول یا لایه‌های مخاطی محدوده تشخیص داده بشه، این قابل درمانه و امکان بهبودی مریض وجود داره. بنا به مجموعه این دلایل، انجمن سرطان آمریکا تصمیم گرفت که غربالگری رو به جای 50 سالگی از 45 سالگی آغاز کنه و تا 75 سالگی هر 10 سال یک بار ادامه بده. البته در هر مقطعی اگر پیش از 45 سالگی باشه یا در طول این سالها باشه، زودتر از 10 سال باید همه کارها انجام بشه اگر علامتی وجود داشته باشه. اگه به این نچرسن، اگه این مرحله رو به این شکل پیش ببرن، حداقل 15 هزار نفر در سال از مرگ توی آمریکا فقط نجات پیدا می‌کنن و در همه جهان. گفتی جاهای دیگه هم باید همین کار رو انجام بدن. بله، انجمن سرطان آمریکا یک نهاد مرجع و معتبر بین المللیه. حالا علاوه بر کولونوسکوپی، اقدامات لازم دیگه برای پیشگیری از سرطان روده چی هست؟ اگر جایی باشن که امکان کولونوسکوپی به این شکل وسیع و گسترده در دسترس نباشه، تست های مدفوع، البته نه فقط خون مخفی، خون مخفی رو باید در مدفوع حتما بررسی کرد، ولی تست های ایمونولوژی و بررسی دی ان ای سلول های روده، سلول های بدخیم، اگر اینها رو بررسی کنن مثبت باشه، اون وقت برای کولونوسکوپی ارجاع بدن. البته لایف استایل، یعنی غذا نخوردن، غذا چرب، سیگار نکشیدن، مشروب نخوردن، همه اینها عوامل پیشگیری کننده سرطان روده بزرگ.